Üstad Aziz Yagvardigar, salam, teşekkür ki barои suhbat вақт ҷудо кардед ва дар ибтидои суҳбат шуморо ба фарораси яке аз ҷашнҳои миллиамон Наврӯзи Хуҷастабай табрик мегӯем. Шумо дар як ҷое иншо карда будед ки тақвияти ҷашнҳои миллӣ ин бақои ояндаи миллат аст. Ва оё ҷашнҳои миллӣ мо дар тақвият ё ки дар бақои миллат чӣ нақш дошта метавонад? Ташаккур ҳам барои табрик هم برای سخنانی نیک و در ابتدای سخن کمینه نیز تمام خوانندگان روزنامه جوان تاجیکستان و همچنین بینندگان این نوارها را به مناسبت نوروز پیروز تبریک میگویم. جشن نوروز واقعا در قطار دیگر جشنهای ملی، در قطار ارزشهای فرهنگی دیگر اینها ریشه های ملت می باشند. البته سخن فقط در باره ملت تاجیک نمی رود. وقتی که ما در مجموع می گوییم که هر یک خلق، هر یک ملت برای آنکه خودآگاهی داشته باشد، خودآگاهی ملی، خودآگاهی قومی داشته باشد، برای آنها ریشه ها ضرور هستند، پایه ها ضرور هستند، برای آنها ارزش های مادی و معنوی ضرور هستند که با تکیه به آنها هویت شکل می گیرد. و جشن نوروز عنصرهای فرهنگ ملی به مانند موسیقی های شش مقام و خب فلک و نقش خوانی و عموما موسیقی ملی، ادبیات ما، ادبیات خیلی باستانی و گرانبهای ما، همچنین زبانی تاجیکی، زبانی فارسی تاجیکی، اینها از ریشه های فرهنگی ملی می باشند، از ریشه های خودآگاهی خودشناسی ملی می باشند که هر قدر ما این سمت ها رو اگر تقویت دهیم همون قدر هویت ملی ما بالا می گیرد، همون قدر ریشه های ملت ما مستحکم می گردد. بعد شما که استاد با تحقیقات جشن های ملی سر و کار دارید و سوال دیگر این است که می گویند نوروز این ریشه های دینی ندارد و همگان این سخن رو می گویند، این تا کجا واقعیت دارد؟ جشن نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان این جشن های هستند که در کتاب دینی زردشتیان اینکاس نشدند و ما میدونیم که اوستا این کتاب دینی زردشتیان است. در اونجا در باره نوروز با نام نوروز یا با نام مهرگان، با نام صدا یکان جشن یادآور نشده است. اونجا جشن های صرف دینی خودی زردشتیان است. این یک دلیل است. دلیل دیگر جشن های ما در اساس جهانبینی علمی به وجود آمدند. مثلا نوروز این برابر شوی شب و روز در بهار است، مهرگان برابر شوی شب و روز در تیرماه هست. خب مثلا شب یلدا این هم یک جشن قدیم است، در اینجا شب درازترین سال است و آغازی گویم دراز شوی روزها است. بعد از 40 روز این جشن صدا است که آن هم وابستگی دارد به طبیعت، یعنی زمستون از نقطه اوج سردی ها می فراید. با این سخن ما گفتنی هستیم که جشن های ملی ما در اساس جهانبینی علمی زمینه های نجومی دارند، زمینه های طبیعی دارند، فرهنگی دارند و حتی اجتماعی دارند. اینها هستند که جشن ها رو ما میگیم اینها جشن صرف دینی نیستند. اما وقتی که نوروز، مهرگان، صدا از قدیم می آمد، دین ها البته دین هایی که در بین مردم رایج بودند این جشن ها را به خود قبول کردند. مثلا از قدیم وقتی که مهر پرستی بود این جشن ها بودند، این جشن ها را دین مهر پرستی قبول کرده بود. بعدتر زردشتی شد، زردشتی هم اینها را قبول کرد، سازش کرد. بعد از اون اسلام آمد، اسلام هم یک اندازه سازش کرد. مثلا در زمان حکمرانی غزنویان که بسیار در سمت دین بسیار افراطی بودند، متعصب بودند، این جشن را قبول کرده بودند، تجلیل میکردند.
و در آمد آمدی مثلا هجوم مغول ها اینها بین رفتند، اینها بین مردم رفتند و از دربارها همشان بیرون شدند. برای همین ما گفته میتونیم که مثلا در دورهای معین رایج بودند، اینها با جشن ملی ما سازش کردند. جشن نوروز که یکی از جشن های قدیمی ماست، در ابتدای پیدایش خود دارای چگونه رسم و اینها بود و تا امروز چقدر از آن رسم و اینها باقی مانده است؟ رسم و اینهای زیاده البته در زمان قدیم بودند، از بین رفتند. ما بعضی آنها را در سرچشمه ها میخوانیم، در سرچشمه ها میبینیم. مثلا جشن نوروز در 6 روز جشن گرفته میشده است. روزی اول نوروزی کوچک بود، روزی ششم نوروزی بزرگ. یعنی به هر یک طبقه جامعه یک روزی نوروز رو بخشیده بودند. اما امروز در ما این چیز نیست. در ما هرچند که مثلا 4 روز 5 روز تا یک هفته ما جشن میگیریم، در همه روز همه برابر خرسندی میکنند. اما در زمان قدیم به هر یک روز یک طبقه جمعیت رو اختصاص داده بودند. مثلا روزی اول روزی دهقانان بود است، کشاورزان بود است. روز دیگر مثلا روزی اهل کسب و هنر، روز دیگر روزی مثلا ارتش، روزی مثلا سربازان. همین طریق روزی ششم روزی جشن نوروز خاصه پادشاه بود با نزدیکانش. خب این یک عنصر نوروز بود که از بین رفته است. عنصر دیگر میری نوروزی بود و چون تقویم ها کهنه بودند، تقویم ها در زمان ساسانیان آنها وقتی که می دیدند که چون از روی آفتاب شمار می کردند، در هر یک 33 سال مثلا یک سال نوروز باید یک بار دور می زد. یعنی هر 3 سال روزها، چون 365 روز و 11 ساعت است، این 11 ساعت رو به نظر نمی گرفتند. و همین طریق آهسته آهسته روزها نوروز روزش رو تغییر داده، پیش پیش آمدن می گرفت. اونها مجبور می شدند که در یک چند سال سیته دزدیده می گفتند، یعنی 5 روز دیگر اضافه کنند. این خیلی یک تقویمای بود است. اما وقتی که عرب ها آمدند این رو بیکار کردند. اما در بین مردم حساب رفتن گرفت همون تقویم از روی آفتاب تا با مثلا زمانی ابو ریحان بیرونی رسیدند، علاقه نوروز قریب که در اولهای تابستان جشن گرفته می شد. و در همین دوره مثلا خوارزمشاهیان با سپوریشی مثلا ملکشاهی خوارزمشاهی انامین متفکر بزرگ تاجیک عمر خیام که هم منجم بود، هم ستاره شناس، هم هندسه شناس و هم شاعری هم میکرد، انامین متفکر بزرگ ما تقویم نو ساخت، تقویم جلالی نامش را گذاشت، تقویم مثلا خوارزمشاهی هم میگویند. و در انا همین همه اینها را به نظر گرفته، چون یک تقویم کامل است که امروز مثلا بعضی کشورها از این استفاده میکنند و از جانب مثلا امروز در عصر 21 دوره خیلی پیشرفته ساحه مثلا تکنولوژی مثلا وقت شناسی است، این تقویم رو بهای بلند میدهند که در چند صد سال یک ثانیه این تغییر میافته است. یا اینکه فال گرفتن از روی مثلا 12 نوع غله، انواع غله دونه که کدامش در همین سال بیشتر نش اونما میکند، دهقانان آن رو انتخاب کرده میکردند. این انعنه امروز در بین تاجیکان دیده نمیشود. خب برمیگردیم به سر سفره هفت‌سین و هفت‌شین و باز هفت‌میان هست که این رو ایجاد کردند. پیش از همه باید گویم که در ایران باستان به خاطر اون فرشته ها، اهورامزدا فرشته ها، آنها قربانی میکردند، یعنی پیشکش میکردند. پیشکش در طبقچه ها میشده است. هفت طبقچه میگذاشتند و طبقچه را ایرانی ها امروز سینی میگویند. اما کلمه چینی است که ما طبقه چینی میگیم، اونا سینی میگویند، چون با تاثیر عربی حرف چ اینجا دیگر شده است. حتی شینی هم از اینجا پیدا شده است، شین. این با الفبای مثلا حرف سینی الفبا هیچ ارتباط ندارد. یعنی هفت طبق است معنایش. در هفت طبق هفت نعمت میگرفتند، هفت نعمت خدا داد که اینها رمزی انمو فرشته ها را افاده میکردند و اهورامزدا را. و در طبق یکم تخم مرغ میگذاشتند، اون را رنگ بار کرده زیبا میکردند، البته تخمی که پخته شده است، جوشانیده شده است. این به خاطر خود اهورامزدا بود، رمزی آفرینش به شمار میرفت. در طبق دیگر تنگه های نقره میگرفتند. خب در یک طبق دیگر شیر، کاسه شیر میگرفتند. شیر رمزی بهمن است، یعنی اندیشه پاک است.
تنگا این رمزی شهریور است که او نگهبانی تمام معدنها و فلزی های روی زمین می باشد. تنگا یا سکه نقره می گرفتند، طلا نبود، نقره بود، باید سفید باشد همش. خب شیر هم که سفید است، خب به خاطر اسفند سیر می گرفتند، سیر پیاز که آن هم رنگش سفید است، اون رمزی مثلا جاویدانی است. امروز هم تمام جهان همون سیر پیاز رو اعتراف میکنند که این برای مثلا سلامتی بهترین داروی درمان است و تمام باکتری ها رو مثلا نیست میکند. خب باز هم مثلا در طبق دیگه سبزه میگرفتن به خاطر اردبهشت بود. خب باز خودی گیاه اسپند میگذاشتند، همین طریق به خاطر فرشته ها، به خاطر اهورامزدا هفت طبق هفت عنصر گرفته میشد. امروز وقت جشن نوروز میگیم، بیشتر در نظر مردم اون همان دیگی سومانک و سومانک پزی و همان هفتین و هفتشین پیش نظر میآید. و سوال این است که چرا دیگر رسم آیین های نوروزی میان مردم به طور ضروری تجدید نمیگردد و به قول دیگر رسم آیین ها پشت همین سومانک پزی و هفتین و هفتشین پنهان میمونند؟ برای چی دیگر سنت ها از بین رفتند؟ برای اونکه ما وقتی که از سال 80 شروع کردیم تا به امروز شاید 40 سال گذشته است، تا حال کنسپسیه نوروز نوشته نشده است. تا حال هر کس به طور خودش چیزی خواهد تشکیل میکند، چیزی خواهد روی میز میموند، چونکه بسیاری ها از همون تاریخ و از عنصر انعنه های ملی ما آگاه نیستند. روی دسترخوان ماندن شانه در یکون فرهنگ ما راست نمی آید، تماما ممکن نیست. یا حرف شین گفته امروز شکلات میگذارند، یکی دیگرش مثلا ساک میگذارد، حرف سه گفته. البته این گمراهی است، این باید که وظیفه عالمان است، ادیبان است، زیایان، روزنامه‌نگاران است که باید این را جستجو کنند و مقاله های بسیار ناب تشکیل کرده چاپ کنند. باز عنصر های دیگر داریم که با تاثیر بعضی عامل ها از بین رفته. مثلا شاید یک اندیشه پیدا شود که مثلا میگویند که آتش گناه ها را میسوزاند، این خرافات است. بگذار خرافات باشد، اما یک نکته رو من میگویم. امروز وقتی که در امان این عصر 21، وقتی که مثلا سال گذشته در تمام جهان وبای کووید 19 پیدا شد، همه روی آوردن به سوزاندن همین میکروب ها، ویروس ها، حتی همون بعضی آلاتی که بابای مثلا سر و کار میگیرند در آتش اون رو میسوزانند که ویروس هاش نابود شود. یعنی آتش میسوزاند میکروب و ویروس ها رو میسوزاند، یا اینکه اسپندود میکنند در خانه ها که بسیار فایده دارد، اینا عقلا بعضی میکروب بعضی ویروس ها رو میکشد. برای همین از قدیم اگر هرچند میگن گناه ها رو میرزوند، اما در آتش سوزاندن آنها مثلا از روی آتش پریدن اینها هم عقلا یک قسم ویروس ها رو نابود میکنند. انمون زیان و ضرر یگان افسانوی میگن که قوه های بد است، انما قوه بد انما ویروس ها هستند. هرچند تصورات دیگر است، اما عملشان درست بود. و همچنین امروز ما کم میبینیم که در عرفه نوروز دیوارها، کوچه ها را چیز کنند، سفید کنند. خیلی کم است، هم از باران ترسیده سفید نمی کنند. و چونکه در بین مردم علاقه انعنه ها یک نوع همون قدرت خود را از دست داده ایستند. از سال 2010 این جانب جشن نوروز جشن جهانی اعلان گردید و تا به این مقام رسیدن سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان به نهایت بزرگ است. تا آن زمانی که سازمان ملل متحد جشن نوروز را جهانی اعلان کرد، شناخت جامعه جهانی از این جشن چگونه بود؟ بعد جهانی اعلان گردیدن چگونه شد؟ 23 فوریه سال 2010 از جانب مجمع سازمان ملل متحد در جلسه 49 جشن نوروز جشن بین المللی اعلان کرده شد و علاقه این به همه تقویم ها وارد گشت. هرچند دولت هایی که در آنجا جشن نوروز تماما وجود نداشت، آنها یک نوع آگاهی پیدا کردند، چون که در تقویم های بین المللی وارد گشته است. در اون کشورهایی که جشن نوروز از قدیم بود، البته خواستگاه این جشن این بیوسته فرهنگ آریایی است که در حدود انمین آسیای مرکزی، ایران، افغانستان از قدیم آریایی ها هستند و بودند، مردمان ایرانی تبار، فارسی زبان. و بعدتر از بین این مردم ایرانی تبار به کشورهای همسایه گذشته است. امروز ما میدونیم که
کشورهای همسایه ما قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، حتی مثلا اویغورهای مثلا چین و ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، هندوستان، پاکستان و یعنی کشورهای غیری ترک زبان هم علاقه این رو این جشن رو دارند. در تمام جهان 300 میلیون بیشتر از 300 میلیون مردم اهالی این جشن رو استقبال میکنند. 12 کشور عضوی پرونده نوروز در یونسکو میباشند که یونسکو این رو همچون یک میراث فرهنگ غیری مادی اهل بشر نیز ثبت نام کرده است، بر روی خط خود وارد کرده است. یعنی امروز در اون کشورهایی که نوروز بود و هست روز به روز تکمیل می‌شود، بیشتر می‌شود، تحقیقات‌ها زیاد می‌شوند. مثلا وقتی که در همون قطعنامه یا رزولوشن سازمان ملل گفته می‌شود، بند یک گفته می‌شود که جشن نوروز روز 21 مارس جشن بین‌المللی ایروز در تمام جهان اعلام کرده شود و اونجا بند دوم می‌گوید که از تمام کشورهای حوزه نوروز دعوت کرده می‌شود که از این جشن پشتیبانی کنند و در رشد این جشن در تحقیقات، آموزش و معرفی کردن آن در تمام جهان سهم گذارند. و تا به امروز ما می‌دانیم که سر کرده از جمهوری تاجیکستان اینقدر تشبث ها، کارها، فعالیت ها در این سمت زیاد هستند. مثلا دانشنامه نوروز به چاپ رسید، مثلا همه ساله هر گونه آزمون های نو برگزار می شود و اون سنت خیلی قدیمی که در عرفه نوروز پادشاهان نیاگان ما با مردم و خوری ها ملاقات ها می کردن، امروز پیشوای ملت قبل از نوروز، یک روز درست قبل از نوروز با اهل زیا، با اهل فرهنگ، با جوانان صحبت ها می گذارن، ملاقات ها می کنند و این هم یک نوع ادامه انمون سنت های نیکی نیاگان ما است. و گفتن ممکن است که نوروز البته شکوهش سال تا سال در جهان می افزاید و یکی از پیشبرندگان این جشن بزرگ جهان جمهوری تاجیکستان است. و پیشوای ملت محترم امام رحمان نیز قید میکنند که در جهان میگویند نوروز مبارک. خود از زمین نوروز مبارک گفتن خوب دلیل اون است که جشن نوروز یکی از جشن های قدیمه ملی ماست. اما امروز در چنانی گفتیم در دولت های حوزه نوروز است که در اونجا نیز جشن نوروز تجلیل کرده می شود و سوال این گونه است که تاثیر فرهنگی همین جشن یگانی و دیگر ملت ها بود که این جشن رو جشن می گیرند. البته از بین مردم تاجیک، از بین مردم فارس زبان، ایرانی تبار جشن نوروز به کشورهای همسایه گذشته است، چون که مثلا نامش هم نوروز و نوروز و اندکه با تاثیر همون لهجه یا فنتیک خود خلق کمی تغییر یافته، نوروز شده است مثلا یا نوروز شده است. اما ریشه همون ریشه است، کلمه نوروز کلمه صرف تاجیکی است، صرف فارسی تاجیکی است. و چرا مثلا یانگی کن نمیگویند کشورهای مثلا ترک زبان؟ برای آنکه این جشن مالی اونها از قدیم نبود، اونها از مردم ما این را گرفتند. ما افتخار از آن داریم که از قدیم مردم تاجیک در همین خاک و بوم بود، مردم فرهنگ آفر است و حتما به کشورهای همسایه عنصرهای فرهنگی بیشتر داده است. حتی هم سومنک هم مثلا سومولوک میگویند یا سومالک میگویند در کشورهای همسایه هم از تاجیکان رفته است و مردمی که اونها در قدیم چاروادار بودند، کوچی بودند، اونها هیچ وقت گندم پرورش نمیکردند، مزرعه نداشتند، زمین باغ نداشتند، فقط اونها مالچرانی میکردند. اما اونها آمدند، همزیستی کردند، حتی خیش تبار شدند، همخونی شد و دود و گرفت فرهنگی شد، جشن نوروز هم به فرهنگی آنها گذشت. در طول تاریخ جشن نوروز برابر دیگر میراث‌های فرهنگی ما با زیادیت‌های زیادی تاریخی روبرو گردی است و یقین است که بسیار دولت و ملت‌ها از چنین میراث‌های فرهنگی خود دفاع کرده نتوانستند و کدام ویژگی جشن نوروز بود که آن را ملت ما تا امروز نگاه داشت و امروز آن معرفگر ملت ما در عرصه جهانی است. فلسفه نوروز این فلسفه نوگانی است، فلسفه عدالت است. انا همین جوهرش تا به امروز یعنی صلح آفرگی است، تا به امروز این جشن را آورد و به جشن جهانی تبدیل داد و سازمان ملل متحد اعضایان این مجمع جهانی هم وقتی که در جلسه سخن درباره این رفت، وقتی که توصیف آن را بیان کردند، همه با یک آواز این را قبول کردند، چون که واقعا یک جشنی است که نادر است. این خیلی جشن ها در جهان خیلی کمند. انا همین نازکی ها است، انا همین
فلسفه است. استاد تشکر زیاد برای صحبت سمی و تشکر. سلامت باشید. برای شما مرور کامیابی خواهم. سلامت باشید.